مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا تیه سخنانی گفت علامه هلی الگوی برجسته برای رعایت قداست شهر مقدس کربلا است سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله شیرازی در شهر مقدس کربلا علامه شیخ احمد ابن فهد هلی قدس سره را الگوی شایسته و یکی از شخصیت علمی بی دانست که امروزه فقدان وی احساس می شود. سید عارف نصرالله الله در گفتگو با میهمان خود محسن اسد الکعبی رئیس بخش امور فکری و فرهنگی دبیرخانه زیارتگاه های شیعی گفت این شیخ جلیل القدر و عالم توانا الگوی برجسته رعایت قداست شهر مقدس کربلا بوده است و بسیاری از افراد در حال حاضر این را درک نمی کنند. به یفزود علامه ابن فهد هلی به خاطر اعتقادات عمیق، تقوا و شناخت دقیقش از همجواری با حرم مقدس ابو عبدالله حسین علیه السلام بقایای غذا و سایر پسمانده های خود را در داخل شهر مقدس دور نمی ریخت بلکه احتیاط می کرد و شخصا آنها را به بیرون از محدوده شهر می برد. مدیر مرکز روابط عمومی مرجعیت شیعه ادامه داد آن عالم بزرگ قدسیت شهر مقدس کربلا را بسیار رعایت می کرد. زیرا این شهر سرزمینی متحر است و خدای متعال با قرار دادن آرامگاه متحر امام حسین علیه السلام در آن این شهر را برتر از شهرهای دیگر قرار داده است وی در بخش دیگری از این گفتگو به معرفی برخی از برنامه ها و طرحهای خدماتی، فرهنگی و دینی پرداخت که تحت نظر و حمایت بزرگ مرجع جهان تشیع آیتالله الله و مدیریت ناظر بر مرقد علامه ابن فهد هلی قدس رو در طول سال انجام می شود. سید عارف نصرالله همچنین به پروژه های نوسازی و بازسازی ساختمان بنا شده بر آرامگاه علامه هلی اشاره کرد و گفت تمام این اقدامات با هزینه های خاص خودمان و برخی از خیرین مردمی انجام شده است. رئیس بخش امور فکری و فرهنگی در دبیرخانه زیارتگاه های شیعی نیز با ابراز خورسندی از برنامه ها و خدمات ارائه شده از سوی این مرکز و مدیریت مقد خاطر نشان کرد در صدد ایجاد زمینه‌ای برای چاپ کتب و آثار مرتبط با ردگاه ها و مراقد از جمله نوشته ها و آثار علامه ابن فهد هلی رحمت الله علیه هست.